بکنم دارن گریه میکنن هر دو. خوب کار کرد کلا حبیب کاشانی در طول مدیریت یک ساله خودش در باشگاه پرسپولیس کرده، روز شمارش خودش دقیق داره، اما واقعا خوب کار کرد. الان که همونجا حاضر هست بازی که پاشو عمل کرده، این کاپ تیم دوم هست که اثر از تیم دوم دیده نمیشه. تیم کاپی که میخوام بدن فکر تیم مقام دوم میخوام بدن. خب بیانگان عزیز ارتباط مجددن برقرار شده با شما عزیزان، ما از باشگاه آزادی مستقیما در خدمتتون هستیم، منتظر هستیم که جام قهرمانی بدن. این سکو که میبینید برای تیم اول در نظر گرفته شد، اینقدر جا تنگ است که همه به هم چسبیدن و مواظبن که نیفتن از سکو پایین. کریم واقعی هم با تماشاگرها صحبت میکنه، آقای مهندس علی آبادی، آقای کفاشیان اونجا حاضر هستن. جام رو به مجید بصیرت، این جام تیم دوم است، به سرپرست تیم سپاهان مجید بصیرت داده میشه. واقعا خوب کار کرد تیم سپاهان، تا 96مین دقیقه تیم قهرمان رقابت های لیگ برتر بود. اتفاق دیگه در مسابقه رخ داد، به هر چیزی از ارزش تیم سپاهان کم نمی کنه. تیم خیلی خوب کار کرد، در 5 جام هم درگیر بود، اما اقراق‌آمیز نیست اگه بگیم پرسپولیس تیم شایسته بود در رقابت های این فصل و عنوان قهرمانی از آن خودش کرد. حالا خود کریم باقری به همراه سایر بازیکن‌ها در کنار آیان بیادی و نجات فلاح، کل 100,000 تماشاگر حاضر در ورزشگاه ادعا میکنن که پرسپولیس حقش بوده که قهرمان بشه. با توجه به 6 امتیازی که از پرسپولیس کم شد، پر بیراه هم نگفتن بازیکنان تیم پرسپولیس و حال تیم ما رو قهرمانی تونست از آن خودش کنه و پایان واقعا عجیب و غریبی داشت مسابقه. به حماسی ترین شکل ممکن تیم پرسپولیس عنوان قهرمانی رو از آن خودش کرد. دیگه همه ناامید شده بودن 96مین دقیقه و بالاخره این تیم به گل رسید. حبیب کاشانی هم که بیمار بود به جمع بازیکنان و کادر تیم پیروزی اضافه شده، ملاحظه می کنید او اون وسط هست. این سکو هم فکر آخر بیفته، اینقدر آدم رفته روش. در آغوش نجات فلاح بیادی اعضای هیئت مدیره قرار میگیره. ما همه منتظر هستیم برای یروبی هست، اون بازیکن بالا هستن. یروب که نه 10 دقیقه هست که هنوز مدالی به کسی داده نشده. گل زیبای محسن خلیلی تیم میزبان یک پرس جلو انداخت و حالا دارن مدالا رو دونه دونه به بازیکن ها میدن. آقای مهندس علی آبادی این کار میکنه، من موندم مدال ماتر رو چیزی میخواد بده که اون پشت ایستاده. حمید استیلی براخره موندن در کنار افشین قطبی و تیم پرسپولیس تونست عنوان قهرمانی از آن خودش کنه. قولی که افشین قطبی داده بود براخره بهش عمل کرد. مدال بازیکن ها، مدال های بازیکن تیم پیروزی داره بهشون اهدا میشه. محسن خیلی بدون شک یکی از بهترین بازیکن تیم پیروزی در طول این فصل بود. آقای گل رقابت لیگ برتر شد در کنار هادی اصغری. آقای کفاشیان
و بقیه هم اونجا هستن. دست گلای به بازیکن تیم پیروزی داده میشه. تماشاگران یک صدا تیم پرسپولیس رو تشویق میکنن. شاید اگر بازی رو در روال عادی مثلا در حین بازی 2-3 هم میبردن اینقدر خوشحال نمیشدن هوادارا و بازیکنان تیم پیروزی، واقعا به شکلی رویایی بازی رو به نفع خودشون به پایان رسوندن. خب این هم جام قهرمانی است. از شلوغ اونجا که اصلا هیچ کس دیده نمیشه. آیا علیادی میده به کریم باقری، همه با هم جام میبرن بالا و مراسم خاصی هم اونجا انجام میشه. به حال خیلی بهتر شده نسبت به سال قبل، من دقیقا بشه خبری از اصل نیست اینجا و مراسم به شکل منظم و قابل قبولی داره انجام میشه. قاعده به هوا پرتاب میشه، مراسم شکل شکیلی به خودش میگیره. حتی بعد اون دوربر خیلی شلوغ هست، اما دیگه اینقدر مراسم بدتر از این دیده بودیم که اینه که داریم ببینیم خیلی به نظر ما مراسم خوبیست. آتش بازی که انجام میشه. بازیکن‌ها فکرم جامو دارم میبرم به سمت هوادارا. اینقدر اونجا شلوغ هست، اینقدر شلوغ هست که چش رو نمیبینه. در این دقایق همه جمع شده، فکرم 200 عکاس و خبرنگار اونجا هستن و بازیکن‌ها گم شدن اون وسط و یه دوربین من بخواد بگیره نمیتونه بگیره. حتی شما بهتره این آتش بازی‌ها رو با هم ببینیم. فقط مراسم به پایان رسید، خیلی شکیلتر و بهتر از سال قبل بود، اما بازم با اون حد ایدئال فاصله دارم. انصافا بهتر از سال قبل بود. همچنین قطبه داره دور ورزشگاه میچرخه. سعید عزیزی و حمید استیدی هم هستن اونجا و دیگر هر کسی یه گوشه داره برای خودش شاده میکنه. پس احتیاج به لیگ برتر پخش مستقیمون از طریق برنامه فوتبال برتر شبکه سوم سیما.